خانم ها آقایان، روبروی من عالی جناب اکبر عبدی نشستن. ایشون از بی‌نظیرترین بازیگران تاریخ سینمای ایران هستند. به جهت قدرت در نقش‌های مختلف، تنوع نقش‌هایی که ایفا کردند و مردمداری و مردم مداریشون. به همین خاطر اصولاً من باید برنامه رو به تعریف و تمجید از ایشون اختصاص بدم، اما چون ذات برنامه ما، خاصیت برنامه ما گفتگوی سخت هست، به همین خاطر خصوصیت برنامه‌مون رو محفوظ نگه خواهیم داشت در گفتگو با جناب آقای اکبر عبدی. قربان، خیلی خوش آمدید، به من افتخار دادید. ممنونم، خیلی متشکر. از ادب دارم خدمت شما و مخاطبین عزیز شما، علل خصوص جوانان، خانوما و آقا پسران. در خدمت شما هستم کت بسته، هر دستوری بدید، هر سوالی بکنید، تا اونجایی که بتونم جواب درست بدم در خدمتتونم. شفاف و بدون هیچ رو دروایسی قراره با هم صحبت بکنیم. از همین کراوات هم شروع بکنیم که چند وقت کراوات میزنین آقای عبدی؟ من از بچگی دوست داشتم و الان به صورت مرتب، نه همه جا، چهار پنج ساله که میزنم، بیشتر به این دلیل که باعث میشه من منضبط‌تر بشم، دقیق‌تر بشم، تمیزتر به خودم بپردازم و خودمو آن کادر رو درست و توی قاب خیلی خوشگل تر تمیز ارائه کنم، حالا چه بیرون با مردم عزیز، چه حالا از این طریقی که مثلا یه نمونش همین کار شماست. یعنی بهتون احساس نظم میده کراواته. بعد کسی اعتراضی نمیکنه در برنامه های رسمی مدیران محترم یا مردم احیانا بگن آقا شما چرا کراوات زدین؟ در تلویزیون تا اونجایی که میدونم رفتم، مثلا برنامه تلویزیونی بوده، گفتن آقای عبدی در بیار کراوات رو. آره، در آوردم و مثلا اون برنامه رو اجرا کردم، حالا یه مصاحبه بوده یا هر چی شوی بوده، بعدش دوباره زدم. یعنی دلیل خاصی نداره. یعنی اعتراض تندی نبوده، فقط گفتن الان میریم رو آنتن کراوات رو در بیاریم. آره. بعد آقای عبدی، با در تضاد با نقشای اخیرتون نیست، مثلا شما نقش روحانی بازی کردین در فیلم رسوایی، بعد مردم میگن آقای عبدی کراوات زده، این دوتا با هم تضاد نداره؟ آخه من که روحانی نیستم، که من اون روحانی رو نقششو بازی کردم. عرض کردم این کراوات یه خورده جمع جورم میکنه، یه خورده انضباط بهم میده، دقیق ترم میکنه، کمک میکنه به اینکه مرتب تر دیده بشم. بسیار